مرقس فصل هشتم. در آن روزها بار دیگر جمعیت زیادی دور عیسی جمع شد و چون غذای نداشتند، عیسی شاگردان را خواست و به ایشان فرمود: دل من به حال این جمعیت می سوزد. سه روز است که آنها با من هستند و چیزی برای خوردن ندارند. اگر آنها را گرسنه به منزل بفرستیم، در بین راه از حال خواهند رفت، چون بعضی از آنها از راه دور آمدند. شاگردان در جواب گفتند: چگونه می توان در این بیابان برای آنها غذا تهیه کرد؟ عیسی پرسید: چند نان دارید؟ آنها جواب دادند: 7 نان. پس به مردم امر کرد روی زمین بنشینند. آنگاه 7 نان را گرفت و بعد از شکرگزاری به درگاه خدا نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. شاگردان نانها را بین مردم تقسیم کردند. همچنین چند ماهی کوچک داشتند. عیسی خدا را برای آنها شکر کرد و امر کرد آنها را بین مردم تقسیم نمایند. همه خوردند و سیر شدند و 7 سبد پر از نانهای باقی مانده جمع کردند. آنها در حدود 4000 نفر بودند. عیسی ایشان را رخصت کرد. پس از آن فوراً با شاگردان خود در کشتی نشست و به منطقه دلمانوته رفت. پیروان فرقه فریسی پیش عیسی آمده و با او به بحث پرداختند و از روی امتحان از او معجزه آسمانی خواستند. عیسی از دل آه کشید و فرمود: چرا مردمان این زمانه به دنبال معجزه هستند؟ به یقین بدانید هیچ معجزه‌ای به آنان دادن نخواهد شد. پس از آن عیسی آنان را ترک کرد و دوباره در کشتی نشست و به طرف دیگر دریا رفت. شاگردان فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند و در کشتی بیش از 1 نان نداشتند. عیسی به ایشان فرمود: از خمیرمایه فرقه فریسی و خمیرمایه هیرودیس دور باشید و احتیاط کنید. شاگردان در بین خود بحث کرده گفتند: چون ما نان نیاوردیم او این را میگوید. عیسی میدانست آنها به هم چی میگویند، پس به ایشان فرمود: چرا درباره نداشتن نان با هم بحث میکنید؟ مگر هنوز درک نمیکنید و نمیفهمید؟ آیا دل و ذهن شما هنوز کور است؟ شما که هم چشم دارید و هم گوش، آیا نمی بینید و نمی شنوید؟ آیا فراموش کرده اید که چگونه آن 5 نان را بین 5000 مرد تقسیم کردم؟ آن موقع چند سبد از نانهای باقی مانده جمع کردید؟ گفتند: 12 سبد. عیسی پرسید: وقت نان را بین 4000 نفر تقسیم کردم، چند سبد پر از نانهای باقی مانده جمع کردید؟ گفتند: 7 سبد. پس عیسی به ایشان فرمود: آیا باز هم نمی فهمید؟ عیسی و شاگردان به بیتسیدا رسیدند. در آنجا نابینایی را پیش عیسی آوردند و از او خواهش کردند که دست خود را روی آن کور بگذارد. او دست نابینا را گرفت و او را از دهکده بیرون برد. بعد به چشمهایش آب دهان مالید و دستهای خود را روی او گذاشت و پرسید: آیا چیزی میبینی؟ او به بالا دید و گفت: آها، مردم را مثل درختهای میبینم که حرکت میکنند. عیسی دوباره دستهای خود را روی چشمهای او گذاشت. آن مرد با دقت دید و شفا یافت و دیگر همه چیز را به خوبی میدید. عیسی او را به منزل فرستاد و به او فرمود که به آن ده بر نگردد. عیسی و شاگردان به دهکده های اطراف قیصریه فیلیپوس رفتند. در بین راه عیسی از شاگردان پرسید: مردم مرا کی می دانند؟ آنها جواب دادند: بعضی می گویند تو یحیای تعمید دهنده هستی، عده می گویند تو الیاس، و عده هم می گویند که یکی از پیغمبران هستی. از ایشان پرسید: به عقیده شما من کی هستم؟ پتروس جواب داد: تو مسیح هستی. بعد عیسی به آنان امر کرد که درباره او به هیچ کس چیز نگویند. آنگاه عیسی به تعلیم ایشان شروع کرد و گفت:
لازم است پسر انسان متحمل رنج های زیادی شده و به وسیله رهبران و سران کاهنان و ملایان یهود رد و کشته شود و پس از 3 روز زنده گردد. عیسی این موضوع را بسیار واضح گفت، به طوری که پتروس او را به گوشه برده ملامت کرد. اما عیسی برگشت و به شاگردان نگاه کرد و با سرزنش به پتروس گفت، از من دور شو ای شیطان، افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. پس عیسی مردم و همچنین شاگردان خود را پیش خود خواست و به ایشان فرمود، اگر کسی بخواهد از من پیروی کند باید خود را فراموش کرده و صلیب خود را بردارد و به دنبال من بیاید، زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد، اما هر که به خاطر من و انجیل جان خود را فدا کند آن را نجات خواهد داد. چه فایده دارد که آدم تمام جهان را ببرد اما جان خود را ببازد؟ و انسان چه می تواند بدهد تا جان خود را باز یابد؟ بنابراین هر که از من و سخنان من در این زمانه گناه آلود و فاسد عار داشته باشد، پسر انسان هم در وقتی که در جلال پدر خود با فرشتگان مقدس می آید از او عار خواهد